انستیتوت جهانی مطالعات رابردی با نشر گزارش تازه‌اش اعلام کرده که 15,000 تن در جریان سال 2015 در افغانستان کشته شدند که در مقایسه با سال 2014 تقریباً دو چند افزایش را نشان می‌دهد. اما در این گزارش ارقام دقیق تلفات غیر نظامیان و نظامیان کشور مشخص نشده است. با گفته این مسئولان این نهاد، مردم افغانستان در سال 2015 میلادی بدترین سال را تجربه کرده اند. این نهاد هشدار داده است که از سال 2013 به این سو افزایش قربانیان جنگ در افغانستان یک زنگ خطر برای همه بوده است. دشمن په هر ځای کې له خلکو څخه د سپر په توګه کار اخیستی دی. د خلکو په کورونو، کلیو او بانډو کې سنګرونه نیولي دي. ټول ارقام ښیي چې د افغانستان د خلکو دشمنانو د ملکي وګړو د سر د خوندیتوب هیڅ خیال نه دی ساتلی. د دوی چاودنو، د دوی انتحاري عملو تر ټولو لویه مرګ ژوبله ملکي وګړو ته اړولې ده. در آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی، خوشبینی ها برای تأمین صلح و پایان جنگ در کشور به میان آمده بود، چنان که رئیس جمهور غنی تمایل بیشتری به پاکستان پیدا کرد و باور داشت این کشور در روند تأمین صلح با افغانستان همکاری خواهد کرد. اما دیده شده است که هر بار اعتماد به این کشور پیامد منفی در قبال داشته است. ما ضرورت به ختم جنگ داریم، هم از دنیا می خواهیم، هم از کشورهای همسایه خود می خواهیم و هم همه مسئولین داخلی ما و حلقات سیاسی ما باید به این توجه داشته باشند که افغانستان به ختم جنگ ضرورت دارد، به صلح عزتمند ضرورت دارد. ما پیاده کردن صلح را یک اولویت جدی برای مردم افغانستان میدانیم. انستیتوت جهانی مطالعات رابردی که از سال 1958 میلادی به این سو به هدف بازداشتن کشورها به سلاح اتمی و همچنان کنترل سلاح فعالیت داشته است، در گزارش تازه این نهاد آمده است که در سال 2015 میلادی 167,000 تن در جریان جنگ ها در کل جهان کشته شدند. از این میان سوریه با 55,000 قربانی جنگ در سطر فیرست و پس از آن افغانستان با 15,000 قربانی ناشی از جنگ در رده دوم قرار گرفته است.